کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. تعبیر خواب و بیماری‌های روانی. اثری از پروفسور زیگموند فروید، سرسلسله دانش روانشناسی نوین. صفحه 107، فصل 4، جابجا شدن عناصر در رویا. اگر بدین منوال تصدیق می‌کنم که رویا یعنی آرزو یا میل به حقیقت پیوسته و رویایی نیست که از این قاعده مستثنا باشد، می‌دانم که با مخالفت آشتی‌ناپذیری روبرو خواهم شد. بر من خورده خواهند گرفت که این نظریه یک نظریه تازه نیست و عده‌ای از محققان قدیمی سالها پیشتر از این به این موضوع توجه کردند، از قبیل رادستوک، ویلکلت، پورکینجه، تیسیه، میم سیمون. در خصوص رویاهای مربوط به گرسنگی، بارون ترنک در مدت اسارتش و گریزینگر. توضیح حاشیه: فلوتین در گذشته می گفته است وقتی که امیال ما کامیاب نمی شود، قوه متخیله فرا می رسد و آنها را در نظر ما کامیاب جلوه می دهد. ادامه متن. و بعد میگویند اظهار این نکته که جمعی رویاها در حقیقت چیزی جز به حقیقت پیوستن امیال و آرزوها نیست، یک قسم تعمیم غیر موجه است که میتوان بیدرنگ آن را انکار کرد، زیرا بسیارند رویاهایی که واجد یک محتوای غم‌انگیز میباشند و نشانی از به حقیقت پیوستن آرزو و یا میل در آنها یافته نمیشود. محققی که سریع‌تر از دیگران با استنباط ما مخالفت می‌کند، شاید فیلسوف بدبین اد و هارتمن باشد و اینک آنچه را که وی در کتاب خود موسوم به فلسفه ناخودآگاهی نوشته است می‌آورد. و اما راجع به رویا، رویا بدبختی‌های هنگام بیداری را در خواب پیش چشم ما باز می‌کند. باز آنچه ممکن است در گذرد، همانا آن چیزهایی است که ممکن است مردم تحصیل کرده را با زندگی سازش بدهد، از قبیل شوق به دانش و هنر. توضیح حاشیه در صفحه 344 از چاپ آلمانی. ادامه متن. محققان خردگیر دیگری هم که از لحاظ بدبینی به پای هارتمن نمی‌رسند، ایرادی تقریبا نظیر ایراد بالا بر من گرفته می‌گویند که عده عناصر نامطبوع و دردناک در رویا بیشتر از عده عناصر مطبوع و خوشایند است. صفحه 23 از کتاب شولتز و صفحه 80 از کتاب ویلکلت.
سارا و وید فلورانس خالام که هر دو در خصوص رویاهای خود به تحقیق پرداختند، کوشیدند که به این برتری عناصر نامطبوع و غم‌انگیز در رویا یک جنبه آماری بدهند. به عقیده این دو خانم 28.6% از رویاها خوشایند و 58% آنها نامطبوع و دردناک است. گذشته از این، رویاها که حالت عاطفی دردناک هنگام بیداری را در مدت خواب ادامه می‌دهند، کابوس‌ها و رویاهای خلجان انگیزی هم هست که ترس و خلجان ناشی از آن به نحوی ما را از پای در می‌آورد تا بالاخره با حالتی پریشان از خواب بیدار می‌شویم. و این رویا تحقیقاً در بچه‌ها، یعنی در کسانی که رویاهای مربوط به میل و آرزو در آنها به روشنی مشهود بود، بسیار فراوان است. از کتاب دباکر موسوم به وحشت‌های شبانه بچه‌ها، چاپ 1881. ظاهراً مثل این است که کابوس‌های مزبور با قانون کلی ما که از نمونه‌های مزبور در فصول پیش استنتاج شده متناقض است و تعمیم ما را از ارزش می‌اندازد. اما با این وجود، رد چنین ایرادهایی به ظاهر قانع کننده چندان مشکل نیست. فقط کافیست به خاطر بیاورید که تئوری ما مبتنی است بر بررسی دقیق محتوای اندیشه‌هایی که تعبیر در ورای هر رویایی تمیز می‌دهد و نه بررسی محتوای ظاهری رویا. بدین معنی که ما محتوای ناپیدا را در مقابل محتوای پیدا قرار می‌دهیم. البته رویاهایی هم هست که محتوای پیدای آنها غم‌آلود است. اما آیا هیچ وقت به فکر افتادند که این نوع رویاها را تشریح کنند و به مدد تجزیه و تحلیل پی به محتوای ناپیدای آن ببرند؟ وگرنه هیچ کدام از این ایرادها ارزش واقعی نخواهند داشت. برای اینکه مگر نمی‌شود تمام رویاهای دردناک و کابوس‌ها را تجزیه و تحلیل کرد و در ضمن تعبیر و تفسیر و کشف معنای ناپیدای آنها متوجه شد که اینها نیز در باطن امر همان رویاهای حاوی اجابت میل یا آرزو می‌باشند؟ توضیح حاشیه: نمی‌توان باور کرد که با چه لجاجتی خواننده و منتقد از زیر بار این بررسی شانه خالی می‌کند و تفاوت اساسی فیما بین محتوای پیدا و محتوای ناپیدا را نادیده می‌گیرند. در عوض هیچ کس مثل جیم سولی در قسمتی از مقاله‌اش موسوم به رویا در حکم کشف است در این موضوع با من هم عقیده نیست. البته نباید از ارزش این مقاله به دلیل اینکه جز در اینجا در هیچ کجا نقل نشده است کاسته شود. بنابراین دیده می‌شود که رویا روی هم رفته کاملاً چنان که مردان نام‌آوری نظیر چاسر و شکسپیر و میلتون گفتند کاملاً فاقد معنی نیستند. توده‌های در هم و بر هم تفنن و هوس‌بازی‌های شبانه ما واجد معنایی است و معلومات تازه‌ای را منتقل می‌سازد، مانند حرفی که به عدد نوشته شود. مرقومات رویا هم پس از کشف رمز آن ظاهر معمایی و نفهمیدنی خود را از دست می‌دهد و به صورت یک چیز معقول در می‌آید. همین که آهسته آهسته پرده را پس بزنیم، متوجه خواهیم شد که رویاها در پشت ظاهر بی‌معنای خود آثار و نشانه‌هایی از یک ارتباط دیرین و ارزنده در بر دارند. ادامه متن: وقتی که در طی پژوهشی حل مشکلی با موانع روبرو شد، اغلب مفید است که شخص بیدرنگ به مشکل بعدی بپردازد. چه اگر دو گردو را روی همدیگر قرار بدهیم، به آسانی شکسته می‌شوند. ما برای نیستیم که یک باره این مسئله را حل کنیم که چگونه کابوس‌ها و رویاهای دردناک ممکن است به صورت امیال و آرزوهای به حقیقت پیوسته تغییر ماهیت بدهند، بلکه نخست مصمم هستیم بر سر مسئله یا مشکل دیگری برویم که از مطالب صحایف پیشین سرچشمه می‌گیرد و آن این که چگونه رویاهای ظاهراً بی اهمیتی که در ضمن تجزیه و تحلیل معلوم می‌شود از همان قماش رویاهای حاوی میل و آرزو هستند، این میل یا آرزو را صحیحاً بیان نمی‌کنند. رویای مربوط به تزریق ایرما که به تفسیر شرحش گذشت، هیچ جنبه غم‌انگیز یا احیاناً دردناکی نداشت، ولیکن در طی تجزیه و تحلیل بر ما مسلم شد که در نفس امر جز برآورده شدن بسیار واضح فلان خواست یا آرزو نبوده است. اما ببینیم چرا اصلاً چنین تجزیه و تحلیل ضروری بود و چرا رویا بیدرنگ معنای واقعی خود را آشکار نمی سازد. مثلا ظاهر رویای مربوط به تزریق ایرما به هیچ وجه پیدا نیست که ممکن است برای برآوردن فلان خواست یا آرزوی نایم بوده باشد.
خواننده تاکنون پی به این موضوع برده است و من خودم بیش از این که آن را تجزیه و تحلیل بکنم از این جنبه اش با خبر نبودم. اگر ما این موضوع را به جابجا شدن عناصر در رویا موسوم سازیم، بیدرنگ مسئله یا مشکل دیگری مطرح می شود و آن این که این جابجا شدن از کجا سرچشمه می گیرد. در وهله نخست جوابهای متعدد و گوناگونی در ذهن خطور می کند. مثلا این جواب که چون در ضمن خواب یافتن تعابیری که به افکار پشت پرده رویا بخورد ناممکن است، پس تعابیر مربوطه جابجا می شود. اما تجزیه و تحلیل پاره از رویاها ما را وادار می کند که توجیه دیگری از این موضوع جابجا شدن عناصر به دست بدهیم و برای این کار به بحث درباره یکی دیگر از رویاهای خود می پردازم و به نتیجه مرتکب رازشکنی های دیگری خواهم شد. اما این از خودگذشتگی شخصی با روشن شدن کامل مسئله مورد بحث جبران خواهد شد. گزارش مقدماتی. در بهار سال 1897 خبر یافتم که دو نفر استاد از دانشگاهی که من در آن کار می کردم پیشنهاد کرده بودند که به من درجه استادی فوق‌العاده اعطا شود. از این خبر حیرت کردم و به شدت خوشحال شدم. چه دو استاد بلند پایه که به هیچ وجه در جرگه دوستان من به شما نمی آمدند، بدین نحو علناً ارزش من را به رسمیت شناخته بودند. اما بی فاصله با خود گفتم که نباید به شبهه بیفتم. چه وزارتخانه در سالهای اخیر بسیاری از پیشنهادهای مشابه را رد کرده بود و عده زیادی از همکاران مسن‌تر از من که لااقل به اندازه من خدمت کرده بودند بیهوده به انتظار رتبه و مقام نشسته بودند و دلیلی وجود نداشت که با من بهتر از آنها رفتار کنند. سرانجام بر آن شدم که در این خصوص تصمیم خود را بگیرم. تصور نمی کنم آدم حریصی باشم، چون به اندازه کافی مشتری دارم و برای داشتن مشتری‌های بیشتری احتیاج به عنوان یا مقام ندارم. وانگهی قضیه این نبود که قوره نشده مویز بشوم. چه محال بودن این موضوع بر من آشکار بود. شبی از شبها یکی از همکاران که دوست من و در شرایط من نیز بود و از مدتها پیش استحقاق چنین رتبه‌ای را داشت به دیدن من آمد. در اجتماع ما عنوان استادی دانشگاه پزشک را نزد بیماران یک نیمچه خدا جلوه می‌دهد. اما چون این دوست مثل من آدم قانعی نبود، گاه گاهی به ادارات وزارتخانه سری می زد تا از چگونگی جریان رتبه یا مقامش با خبر گردد و همین که از آنجا آمد برای مغ نقل کرد که این دفعه راه گریز را بر رئیس اداره بسته و به او گفته است آیا راست است که مقتضیات ناگفتنی مانع صدور رتبه شده است؟ اما به او جواب داده بودند که البته با توجه به مقتضیات روز مدتی باید صبر بکند. سرانجام رفیقم چنین نتیجه گرفت که لااقل من می دانم کار به کجا کشیده است. من از آن چه گذشت چیزی دستگیرم نشد، بلکه در قناعت و تسلیم و رضای خود مصرتر شدم، چه شاید چنین مقتضیاتی درباره من هم وجود می داشت. روز بعد خواب زیر را دیدم که از حتی هیئت ظاهری آن موجب تحریک کنجکاوی بوده. این رویا از دو اندیشه و دو تصویر ترکیب شده بود، به نحوی که هر دو جفت اندیشه و تصویر باعث توجیه و تعبیر یکدیگر می شدن. من جز به نیمه اول آن اشاره نمی کنم و به نیمه دیگر در این مقام کاری ندارم. 1. اندیشه اول، دوست من عموی من است و علاقه وافری به او دارم. 2. تصویر اول، چهره اش را اندکی تغییر یافته می بینم. ظاهراً اندکی کشیده تر شده است و ریش زردی که آن را احاطه کرده به خوبی دیده می شود. و بعد قسمت دیگر فرا می رسد که در واقع از یک اندیشه و یک تصویر مرکب است و من فعلا از نقل آن صرف نظر می کنم. و اینک شیوه تعبیر من در مورد اندیشه و تصویر اولی. وقتی که در طی بعد از ظهر دوباره این رویا از خاطرم گذشت، خندم گرفت و گفتم این رویا بی‌معنی است. اما ممکن نبود آن را از خود دور کنم. چه تمام مدت روز موی دماغ من بود. سرانجام نزدیکی های شب به خود سرزنش کردم اگر به هنگام تعبیر رویایی یکی از بیمارانت به تو بگوید ولش کن، این رویا معنایی ندارد، تو نکوهشش میکنی و به فکرت میرسد که در برای آن سرگذشتی نهان است که نائم به دلیل نامطبوع بودن آن ترجیح میدهد که آن را به زبان نیاورد. پس با خود نیز همین معامله را بکن و اینک تصور می‌کنی که رویایت بی‌معنی است.
در واقع مبین این معنی است که تو در برابر تعبیر داری مقاومت میکنی، پس منصرف نشد. این بود که بیدرنگ به تعبیر پرداختم. آقای ره عموی من است. این اندیشه را به چی میتوان تعبیر کرد؟ من جز یک عمو نداشتم و او هم به نام یوسف بود. توضیح حاشیه: جالب است که به هنگام بیداری خاطرات من کم میشود، برای اینکه تجزیه و تحلیل را آسان بکند. من تا آنجا که به یاد دارم 5 عمو داشتم که جملگی را دوست می داشتم و یکی از آنها را تحسین می کردم و حالان که از سائه که بر مقاومت خود بر ضد تعبیر رویا پیروز شدم، به خود می گویم که جز یک دایی نداشتم، مخصوصا همون دایی که یقیناً در رویا مطرح است. ادامه یه مطر: وی دارای سرگذشتی حزن‌انگیز است. چه قریب 30 سال پیش گرفتار تخیلاتی شده بود که او را به بیراهه کشاند. البته مجازات شد، اما پدرم که از غم و غصه روزگار در جوانی موهایش رنگ سیاه خود را از دست داده بود، پیوسته می گفت که عموی یوسف آدم بدی نیست، بلکه عقلش کم است. این عبارتی بود که پدرم بر زبان می آورد. پس اگر دوستم ره عموی من شده است در رویا، یقیناً به این معنی است که او نیز کم عقل است. البته سختم است که این را باور کنم و برایم ناخوشایند است. با این وجود صورت کشیده و ریش زردی که در رویای خود دیدم این نظرم را تایید می کند. چه عموی من هم صورتی کشیده داشت و ریش بور زیبایی آن را در بر گرفته بود. دوست من ره خیلی سبز بود، اما وقتی که اشخاص سبزه شروع به خاکستری شدن می کنند، کفاره رونق دوران جوانی خود را می دهند. چه ریش سیاه آنها شروع می کند به سرخی زدن و بعد رفته رفته رو به زردی می نهد و بالاخره خاکستری می شود. دوست من ره نیز در چنین شرایطی است و من هم. اما با احساس ملال به این مطلب اشاره می کنم. صورتی را که من در رویای خود با آن روبرو شدم، در این حال هم مال دوست من ره و هم مال عموی من یوسف بود. در واقع این تصویر نمونه‌ای به شیوه گالتون است که چنان که می دانیم دستور می داد چند صورت را روی یک صفحه عکس بیندازند تا خصایص خانوادگی از آنها استخراج شود. پس تردیدی نیست از اینکه دوستم را مثل عموی خود مردی کم عقل به حساب آوردم. در تعبیر راه اشتباه نرفتم. هنوز نمیتوانم تصور بکنم که چگونه و از روی چه هدف و منظوری چنین مقایسه‌ای که باعث خشم من است میان عمو یوسف و دوستم برقرار کردم. البته این مقایسه چندان عمیق نیست. چه عموی من جنایتی مرتکب شده بود و حالان که دوستم هیچ گونه خطایی نکرده و جز یک بار که با دوچرخه شاگرد مدرسه ای را نقش زمین کرده بود، جریمه ای نپرداخته است. آیا در این مقایسه به این نکته توجه داشتم؟ این که مسخره است. اما مذاکره دیگری که با یکی از دوستان همکار به نام نون در خصوص همین موضوع ارتقای رتبه کرده ام همکنون در خاطرم هست. من نون را در خیابان دیدم. او نیز به عنوان استاد پیشنهاد شده است، ولی چون می دانست که چه افتخار بزرگی نصیب من شده است، به من تبریک گفت. به او گفتم چرا شوخی می کنید؟ خودتان بهتر به ارزش این نوع پیشنهادها آشنا هستید. او در جواب شاید بدون توجه به اهمیت موضوع گفت: خیر، این طور نیست. بر ضد من مدرک مخصوصی در دست است. مگر نمی دانید که یک بار زنی از من به دادگستری شکایت کرد تا از من حق سکوت بگیرد؟ البته بازپرسی را به زحمت متوقف کردم و از مجازات شاکی جلوگیری نمودم، اما شاید در وزارتخانه به همین دلیل با نامزدی من برای شغل استادی مخالفت بکنند. و حال آنکه شما خطایی نکرده اید و مدرکی بر ضد شما وجود ندارد. آها، آن جانی و همچنین معنی و جهت گرایش رویای من پیدا شده است. اما یوسف نقش دو نفر را بازی می کند. یکی را به عنوان اینکه کم عقل است و دیگری را به عنوان اینکه جانی است. حالا میفهمم که چرا به این ترکیب احتیاج دارم. باری اگر مقتضیات شغلی مانع از استاد شدن همکاران دوگانه من شده، استاد شدن من هم کاملا مشکوک است. اما اگر من بتوانم این مخالفت را به سایر موجباتی که به هیچ وجه به من مربوط نیست نسبت بدهم، موجبی وجود ندارد که امیدوار نباشم. این است که رویای من از ره یک فرد کم عقل و از ره یک فرد جانی پرداخته و چون در زمره هیچ کدام از این دو نیستم، پس وجه مشترکی بین ما نیست.
بنابراین می توانم باور کنم که ممکن است نامزد استادی بشوم و بدین نفع از زیر بار این احساس دردناک که وضع همکاران سابق و ذکر با من قابل تطبیق است نجات می یابم. باید این رویا را کاملتر تعبیر بکنم. هنوز راحت نیستم. نمی توانم تصمیم خود را در خصوص آن کسی که مرا وادار کرد از ارزش دو نفر از همکاران با شرفم بکاهم تا بدین وسیله راهی برای که خود باز بکنم بگیرم. اندکی از نگرانیم کاسته شده است. چه به ارزش شهادت در رویا آشنا هستم و حاضرم علناً اعتراف کنم که دوستم ری کم عقل نیست و نون نیز قربانی یک دغلبازی شده است. نیز گمان نمی کنم که ایرما به علت تزریق پروپلین به دست اوتو به سختی بیمار شده باشد. در مورد اخیر نیز چنان که در مورد سابق توضیح دادم، رویای من فقط مبین آرزوی من است. چه در هر دو مورد محتویات رویا درست مطابق با آرزوی من بوده است. منتها در رویای دومی این مطابقت معقول تر است تا در رویای اولی. بدین معنی که رویای دومی را می توان به تهمتی شبیه کرد که به اصطلاح معروف حقیقتی هم دارد. مثلا در مورد دوستم ره به خاطر دارم که یکی از همکارانش سابقا بر ضد او اظهار نظری کرده بوده است و آقای لام نیز خودش حربه هایی بر ضد خیش بر من داده بوده است. با این وجود باز هم تکرار می کنم که تصور نمی کنم رویای مزبور را کاملا تعبیر کرده باشم. حالا به فکرم می رسد که رویای بالا واجد نکته ایست که تا کنون آن را تعبیر نکردم. همین که متوجه شدم که ره عموی من است، نسبت به او مهر آتشینی در خود احساس کردم. این محبت از کجا ناشی می شود؟ مطمئناً هرگز چنین محبتی به عمو یوسف در خود احساس نکرده بودم. سالهای متمادی است که ره را دوست دارم، اما اگر در حضورش محبتی از نوع محبتی که در رویا نسبت به او در خود احساس کردم به او می کردم، بیگمان متعجب می شد. بنابراین محبت خود را نسبت به دو دروغین و اغراق‌آمیز می بینم و این اغراق را هرچند در جهت مخالف در مورد ارزش معنوی رفیقم نیز مرتکب شده ام، چه او را با عموی خود یوسف مقایسه کرده ام. دارم حدس می زنم این محبت مربوط به محتوای ناپیدای رویا نیست، بلکه در نقطه مقابل آن قرار دارد و نقشش این است که مانع تعبیر شود. اشتباه نمی کنم، یادم هست که چقدر در برابر تعبیر این رویا مقاومت کردم و تا چه اندازه از زیر بار آن شانه خالی می نمودم و خود را بدین نحو قانع می کردم که واجد معنایی نیست. به تجربه دریافتم که چگونه چنین امتناعهایی را باید تعبیر و تفسیر کرد. البته ارزش ایزاهی ندارد، ولیکن مبین احساسات و عواطف ماست. وقتی که دختر کوچکم دلش نمی خواهد سیبی را که به دو تعارف می کند بخورد، بدون آن که آن را به دندان بگیرد و بچشد می گوید که تلخ است. وقتی که بیمارانم به شیوه دخترم رفتار می کنند بیدرنگ متوجه می شوم که موضوع از چه قرار است. چه بدین وسیله می خواهند پاره ای از تجسمات را در نهاد خود سرکوبی کرده به عقب برانند. چنین است در مورد رویای من. نمی خواهم آن را تعبیر کنم، برای اینکه تعبیر آن واجد چیزی است که محرک امتناع یا استنکاف من است. حال که تعبیرم به پایان رسیده بر من آشکار شده که موضوع از چه قرار بوده است. من در برابر این اندیشه که ره فردی کم عقل است مقاومت می کردم. محبتی که به او داشتم از محتوای ناپیدای رویا سرچشمه نمی گرفت، بلکه از مقاومت بود. اگر محتوای ناپیدای رویای من بدین نحو جابجا شده و تغییر هیئت داده و جای خود را به زدش داده، برای این است که محبت در این مورد برای مفید است. به عبارت دیگر این جابجا شدن مطلوب است و در واقع یک قسم کتمان یا تقیه است. چه اندیشه هایی که در رویای من هست از لحاظ ره توهین‌آمیز است. پس برای اینکه خودم متوجه این اهانت نشوم، با ضد خود که همان مهر آتشین باشد جا عوض کرده است. می توان پذیرفت که این مقوله واجد ارزش کلی است. چنان که در فصل سوم گذشت، رویاهایی هست که از لحاظ به حقیقت پیوستن فلان خواست یا آرزو آشکار و عیان است، ولیکن در رویاهایی از این نوع که انجام خواست یا آرزو در طی آن به سادگی معلوم نمی شود، می توان پذیرفت که مطمئنا تمایلی به سرکوبی و به عقب راندن آن آرزو در کار بوده
و تحقق خاص جز به طریق غیر مستقیم و به اصطلاح با لباس مبدل که همان جا به جا شدن باشد ممکن نبوده است. در زندگانی اجتماعی نیز با نظایر این نوع لباسهای مبدل روبرو می شویم. مثلا دو نفری که با هم مربوطند و یکی از ایشان به قدرت می رسد و دیگری باید با او مدارا بکند، آشکار است که این فرد اخیر افکار و اندیشه های خود را در لباس مبدل عرضه خواهد کرد و نیز ادب و انسانیتی که روزانه مورد رعایت ماست در حد خود یک قسم تقیه و به اصطلاح معمولی تر لباس مبدل است. و به علاوه وقتی که رویاهای خود را برای خوانندگان تعبیر می کنم، مجبورم آنها را تحریف کنم و در لباس مبدل نشان بدهم. شاعران با چنین تضییقاتی به خوبی آشنا هستند وقتی که می گویند بهترین چیزی را که می دانی هرگز نمی توانی آن را به این پسرک ها بگویی. فلان نویسنده سیاسی نیز وقتی که می خواهد حقایق تلخ را گوزد اقویا بکند، با مشکلی نظیر مشکل بالا دست به گریبان می شود. چه اگر عقیدهش را علناً اظهار بکند خاموشش خواهند کرد. اگر این اظهار عقیده از حدود حرف تجاوز نکرده باشد، بعداً وگرنه اگر به چاپ متوسل شده باشد قبلاً دهنش را خواهند بست. نویسنده از سانسور واهمه دارد و به همین جهت افکارش را تعدیل کرده آن را در لباس مبدل بیان می کند. منتها این تبدیل لباس و ملاحظه کاری با میزان قدرت و شدت سانسور فرق می کند و زبانی در لباس ایما و اشاره و گاهی در لباس دلسوزی جلوه خواهد کرد. مثلا آن وقت عوض این که از دستگاه حکومت کشور خیز سخنگویان، از رؤسای حکومت پرتغال یا چین شکوه خواهند کرد. به هر تقدیر هر اندازه سانسور شدیدتر و خشنتر باشد، به همون نسبت تبدیل لباس کاملتر و پیچیده‌تر و وسایل تفهیم مطالب به خوانندگان ماهرانه‌تر خواهد بود. توضیح حاشیه: خانم واو هوک هلموت به سال 1915 رویایی را نشر داد که بهتر از هر دلیلی مصطلحات مرا موجه می کند. در رویای نمونه او موضوع جابجا شدن عناصر درست همان نقشی را در رویا ایفا می کند که سانسور در مطبوعات. قسمت هایی را که بنیانکن تشخیص می دهد حذف می نماید، منتها با این تفاوت که سانسور مطبوعات این قسمت ها را ریز ریز می کند و حالان که سانسور رویا جای آنها را با یک قرقر نامحسوس عوض و بدل می سازد. باید تذکر داد که این خانم نایم خانمی است محترم و اصیل و صاحب جاه و مقام و به سن 50 و بیوه افسر ارشدی که 12 سال پیش مرحوم شده و مادر پسران متعینی است که یکی از ایشان در موقع رویا در جبهه بوده است. این خانم خواب بخش ازدواج را می بیند، به بیمارستان شماره 1 می رود. به محض ورود به استوار کشیک می گوید که با فلان رئیس بخش کار دارد، چه باید در بیمارستان به کار مشغول شود. استوار نخست از لفظ فلانی چیزی آیدش نمی شود، ولیکن از لحن خانوم می فهمد که با بخش ازدواج کار دارد و چون او را زنی مسن تشخیص می دهد، پس از لحظه درنگ به دو اجازه ورود می دهد. اما خانوم عوض آن که نزد رئیس بخش برود، وارد اتاق تاریک بزرگی شد که عده زیادی پزشک و افسر دور میزی نشسته و ایستاده بودند. ورقه درخواستش را به یک سرگرد پزشک عرضه کرد و او پس از مرور سطرهای اول منظورش را دریافت. خانم در طی رویا گفت: من و عده زیادی از زنان و دختران وین حاضریم سربازان و گروهبانان و افسران را بدون رشخان یکی بر دیگری به شوهری قبول بکنیم. اینجا یک زمزمه نامحسوس. اما قیافه معذب و ریشخند آمیز افسران به او فهماند که همه به منظورش پی بردند. اما خانم ادامه می دهد: می دانم که تصمیم ما شاید غیر مترقب جلوه کند، اما بدانید که جدی است، زیرا از سربازی که در جبهه می جنگد نمی پرسند مایل است بمیرد یا نه. در اینجا چند لحظه یک سکوت سنگین حکم فرما می شود. سرگرد پزشک دستهایش را دور کمر خانم حلقه کرده می گوید: فرض کنید که واقعا باید. اینجا یک زمزمه نامحسوس. خانم خود را از حلقه بازوان افسر می رهاند و با خود فکر می کند یکی از مثل دیگران و جواب می دهد: عجب، من زن مسنی هستم و شاید قاعده هم نشوم. باید شرطی هم گذاشت، مثلا یک زن مسن و یک پسر جوان. زمزمه: این که وحشتناک است. سرگرد پزشک می گوید: خب، منظورتان را می فهمم. چند افسر که در میان آنها خواستگار قبلیش دیده می شد می زنند زیر خنده.
سرانجام خواهش میکند که او را نزد رئیس بخش ببرند که با او آشناست و میتواند به درخواستش ترتیب اثری بدهد. آن وقت با حیرت آمیخته به وحشت متوجه میشود که نام رئیس را نمیداند. به هر حال سرگرد پزشک با کمال ادب و احترام پلکانی را با نرده آهنی بسیار کوچکی که به طبقه بالا وصل میشود به او نشان میدهد. در حال بالا رفتن از پلکان افسری رو به افسر دیگری کرده میگوید این یک تصمیم مخوفی است، پیر یا جوان، خلاصه زن محترمی است. خانم از پلکان تمام نشدنی بالا می رود با این نیت که وظیفه‌اش را انجام بدهد. این همین رویا دو یا سه بار دیگر با اندک تغییر ناچیز و صرف نظر کردنی و فاقد معنی باز در عرض چند هفته به وقوع پیوست. ادامه یه متن. شباهتی که حتی در جزئیات فیما بین سانسور و موضوع جابجا شدن عناصر رویا به چشم می‌خورد مؤید این فرضی است که از لحاظ اصل و منشأ نیز میان این دو تجانسی وجود دارد. بدین منوال به آنجا هدایت شده‌ایم که باید رقابت دو نیرو را در تکوین رویا جایز شماریم، یکی نیروی عقل و دیگری نیروی دل، که یکی موجب خاص و آرزوست و دیگری موجب بازرسی و سانسور و تبدیل لباس آرزو. حال می توان این پرسش را مطرح ساخت که نیروی عقل با چه قدرتی سانسورش را اعمال می کند. اگر به این فکر بکنیم که افکار ناپیدا پیش از تجزیه و تحلیل خودآگاهانه نیستند، یعنی ما از احوال آنها بیخبر هستیم ولی به نحو خودآگاهانه ای محتوای پیدای رویا را به یاد می آوریم، آن وقت اگر نقش نیروی عقل را در اجازه ورود دادن به عالم خودآگاهی محدود کنیم زیاد دور نرفته ایم. چه هیچ چیزی از قلمرو به دل یا احساسات و تمایلات بدون عبور از حوزه عقل یعنی نظامات اجتماعی و اخلاقی و غیره نمیتواند وارد مرحله خودآگاهی شود و این حوزه عقل سانسور تا عوارض خود را نگیرد و لباس مبدل متناسبی در برشان نکند به هیچ کدام از احوال ناخودآگاهانه اجازه ورود به مرحله خودآگاهی را نمیدهد. نکات مزبور مستلزم درک ویژه‌ای از ماهیت خودآگاهی یا وجدان یا شعور است. موضوع خودآگاه شدن از لحاظ من یک عمل روانی ویژه‌ای است که کاملاً از چگونگی ظهور فلان اندیشه یا تجسم ممتاز و مستقل است. خودآگاهی به نظر من یک عضو حسی است که محسوسات و محتویات حسی حوزه دیگر را می‌گیرد و می‌توان اثبات کرد که علم امراض روانی هم نتواند از قبول این اصل اساسی سر باز زند و ما در صحایف آینده اندکی مفصل‌تر بدین نکته اشاره خواهیم کرد.